پریرخ از نظر خیلی ها مادر روانشناسی ایران محسوب میشه. پریرخ در زمان تحصیل به قدری توی کارش جدی بوده که وقتی غول روانشناسی شناختی و تحولی دنیا، یعنی آقای ژان پیاژه سوئیسی، جدیت اونو در تحصیل میبینه، پایان نامه دکترای اونو سریعا قبول میکنه. ژان پیاژه‌ای که به راحتی به هر کسی نمره نمیداده و یک استاد سختگیر بوده. ژان پیاژه نه تنها پایان نامه پریرخ رو سریعا قبول میکنه، بلکه مسئولیت مرکز شناختی شهر نیویورک رو هم بهش پیشنهاد میده. به نظر شما در این زمان پریرخ چند سالش بوده؟ پریرخی که دکترای روانشناسی گرفته، اونم زیر نظر ژان پیاژه، تازه بهش یک کار خوب هم پیشنهاد شده، اونم توی شهر نیویورک. در این زمان پریرخ سنش کمتر از 20 سال بوده. بله، تعجب نکنید، کمتر از 20 سال، چون در سن 16 سالگی در دومین آزمون اعزام دانشجو به خارج از کشور در زمان حکومت پهلوی، اون تنها خانومی بود که تونست نمره قبولی بیاره. خب هر کسی بود سریعا پیشنهاد ژان پیاژه رو قبول میکرد و میرفت نیویورک و تا آخر عمرش هم کارش تأمین بود و هم خوشی و لذت دنیا. ولی پریرخ جوان قبول نمیکنه و برای خدمت به ایران و ایرانی به وطن خودش برمیگرده و توی دانشگاه تهران به درجه استاد تمامی دانشگاه میرسه. پریرخ که از نوادگان عباس میرزای قاجار بود و در سال 1312 در تهران به دنیا اومده بود، تا سال 54 توی دانشگاه پلی‌تکنیک مشغول تحصیل بود، ولی در سال 1354 به اصرار رئیس دانشگاه تهران، یعنی آقای علی اکبر سیاسی، به گروه روانشناسی دانشگاه تهران میپیونده و در سال 65 هم استاد تمام دانشگاه تهران میشه. پریرخ، یا بذارید کامل بگم پریرخ دادستان، با اینکه جوانی و عمر خودشو برای تربیت دانشجو توی ایران صرف کرده بود و تمام دانشجوها هم اونو دوست داشتند و بهش احترام میگذاشتند، بعد از انقلاب کم کم با بیمهری مسئولان وقت مواجه میشه، به حدی که در سال 1381 با اینکه همزمان 17 واحد درسی رو تدریس میکرد و پرکارترین استاد دانشگاه تهران بود و خودش هم راضی به بازنشستگی نبود و میخواست بازم به کارش ادامه بده، ولی به زور بازنشستش کردن. حتی دانشجوهای این استاد بزرگوار هم اعتراض کردن و گفتن ما استاد خودمونو میخواییم، ولی کسی گوشش بدهکار نبود و به اجبار بازنشست شد. استادی که 15 کتاب و 50 مقاله از اون به یادگار مونده. یک مستند از زندگی پریرخ دادستان به کارگردانی مهران فیروزبخت هم ساخته شده. اول فروردین 1312، سالگرد تولد پریرخ دادستان.